برای بحث بیشتر روی این موضوع از معارج آگاه روابط بین الملل روی خط اسکایپ در برنامه با خود داریم. آقای معارج سلام بر شما و به بحث خوش آمدید. هرچند در این دعوت گفته شده که ازبکستان میخواهد که تعامل با امارات اسلامی و همچنین روابط خوب اقتصادی و سایر موارد دیگر که در آن ذکر شده داشته باشد، ولی اگر از اعلامیه‌های رسانه‌ای بگذره، ازبکستان با چه هدف خاصه که این بار میزبان نشست منطقه‌ای پیرامون افغانستان باشد؟ تشکر. نخست با شما به همکارای تکنیکی شما بیننده و شنونده محترم عرض سلام و احترام و ادب تقدیم می نمایم. اصل موضوع دیاز شکلی اگر ببینیم ما مسئله خوب است. هر نشسته که در منطقه، در دنیا، در اطراف و در همسایگی با افغانستان، در مورد افغانستان صورت می گیره، خانه خواه اثر و مفیدیت خود برای افغانستان در مقطع فعلی که افغانستان واقعا نیاز به ارتباط جهانی و همچنان به مساعدت ها و امدادهای جهانی داره بسیار خوب خواهد بود. اما ای که فعلا میگر مثلا شکلی که امنیت منطقه، یعنی در مجموع منطقه یا تشویش که با امنیت داخلی خود شورای همسایه از افغانستان داره، در این مورد بحث خواهد کرد و همچنان همکاری اقتصادی یعنی در اجنده خود داره که با افغانستان مساعدت خواهد کرد و همچنان مسائل سیاسی، یعنی او متوجه میشه که آیا میتوان که روابط دیپلماتیک برقرار کنه افغانستان را به رسمیت بشناسه. و جالبتر بهتر به ایسته که آقای متقی و سرپرست وزیر خارجه افغانستان هم در این دعوت شد در این مجلس و اشتراک میکنه، ابراز موافقه خود اعلان کردن پیش از پیش و همچنان از طرف دیگه تمدید ممانعت اعضایی که مثلا به کشورهای خارج رفته میتونن از 13 تن تایید شدن که یا مقدام نیک است که یا میتونن کجا برن. اما مسئله اصلی پشت پرده دیگه مسئله است. مثلا چرا در این وقت در این وقت اساس تاشکن وارد افغانستان میشن باعث یک نمایندهشان به سطح مشاور امنیت تاشکن یا ازبکستان و این طرف دیگه یک نشست جامع و سرنوشت ساز در اسلو ناروی. ناروی خودش یک کشور بسیار نزدیک استراتژیک امریکا و ناتو و کشورهای غربی است. بنابراین یک باید یک رقابت وجود دارد، رقابت بین شرق و غرب. در اسلو گفته شده که از طالبا کس دعوت نمیشه. یک مثلا نگرانی اعلان شده که مثلا 10 برج طالبا را کس به رسمیت نشناختن و نتوانستن، چون اجندهشان به دست کرده به بیرون گفته شده که طالبا نتوانستن که دولت میاری و رعایت به حقوق بشر و رعایت به شرایط جهان. بنان در اینجا مهم دیست که سیاسون سابقه دولت، جمع بعضی وکیلای پارلمان سابق و همچنان امچه دورانی که کاندید احتمالی سرپرست اداره معقد بود، از او دعوت شده در اسلو و میگن که اگر الترناتیف و یا سر بس سر تغییر نظام بس صورت خواهد گرفت. بنان روسیه، چین و ایران و این کشورهای منطقه به اتفاق نمیشینه و مستقیم نمیتونه مسکو مثلا دعوت کنه که ناروی یعنی امریکا نکرده مثلا یک جلسه سرنوشت ساز در واشنگتن دایر کنه یا در لندن انگلیس. بنان ناروی انتخاب کردن. چین، روسیه یا هم میخوان که از سر خود داشته باشن در تاشکن یک کشور با پوزش. آقای معارج، نشست اسلو با اشتراک کدام کشورها برگزار میشه؟ و شما گفتید که از احمدشاه دورانی و همچنان اعضای پیشین پارلمان افغانستان دعوت خواهد شد و همچنان سیاسیون افغانستان. بله، کشورهای غربی هستند و همچنان جالب دیسته که از کشور مقامات قطر کسی را دعوت نکرده، خود قطری را و همچنان از طالبایی که در قطر هستند، از کشور عربستان سعودی و امارات متحده عربی از این کشورها دعوت شده و کشورهای غربی دیگه و چراطاق به اشتراک خواهد کردن. بنان در این مسئله جالب دیسته که در زبان دو جلسه صورت میگیره که در بلاک شرق در تاشکند و یا که در بلاک غرب. بنان اینجا مسئله حاد است و یا دو مسئله مهم است. مسئله عمده که مربوط ما مثلا پس با کس میکنم سر مسئله تاشکند. بله. در صورت که دولت افغانستان یک استراتژی قوی و یک اجنده بسیار مدرن خوب به نفع کشور و به تشریع و توسعه که در آن منافع ملی کشور باشه و همچنان یک میکانیزم درست نسازه و شرایطی که دنیا برش هم گفته مثلا در خصوص حکومت ائتلافی، گرچه حکومتشان ائتلافی است ما مشکل نداریم، اما در مجموع و همچنان شرایطی که دنیا برشان وضع کرده خصوصا حقوق بشر که تعلیم و تربیه یا آموزش دختر است و همچنان کاری ها کار و اجازه کار برای خانوما که خودش نقص حقوق بشر است، تا که در این مسائل اقدام نکنه جلسه تاشکند و جلسات دیگر و یا کنفرانس های دیگر که اینها حضور داشته باشند
مانند سابق در طول دمایی که چندین کنفرانس ها در ایران و در پاکستان و در روسیه و در نروژ و در فلان فلان کشورها صورت گرفت، همچنان خود و مقامات طالبان دوباره بیان و در پیشوری مطبوعات اگر سوال شد که چی شد، خود گفتن که بسیار مجالس خوب بود. درست. بله آقای مراج، یک پرسش مهم دیگر وجود دارد. ممکن که گره از برخ از فیگورهای سیاسی کشورهای قدرتمند و منطقه‌ای باز بکند. این است که تاشکند در روابط اقتصادی و سیاسی خود با افغانستان تحت حاکمیت طالبان متاثر از مسکو است یا از ایالات متحده؟ 100% امکان نداره که از متحده امریکا باشه، از برای روسیه است و این پروگرام هم به هدایت روسیه با تفاهم چین صورت گرفته، چون قبلا وزیر خارجه ایران هم به دستور هدایت از یا به هند و پاکستان سفر کرده است، وزیر خارجه پاکستان هم به ایران سفر بی چیز نبوده و همچنان رئیس جمهور ازبق ایران محمود احمدی نژاد توضیحاتی که مورد افغانستان داشت ناشی از این نیست که خود سر باشه مسئله یا پلان شده و پروگرام شده هستند. این که وضعیت فعلی افغانستان حالت گنگ داره، حالت داره که مثلا فرصتها را نگه میدارن وقت ضایع شده میرن، ای هم به چیز نیست تا که مسائل اوکراین یعنی بله تایوان حل شد و بعد از اینجا که اقدام صورت میگیره که تقریبا همین مسائل روسیه و نروژ به چیز نیست و دعوت هم شاید دورانی هم یک چیزی است که ایره آدم نادیده نگیره و یک آدم سیاستمدار با نفوذ اثر گذار است، حتی احتمال بسیار بزرگی بود اگر معاهده دوران خصوصا بند سوم آن تطبیق بشد، اما شاید دورانی در رأس اداره موقت میامد و داره موقت می ساختن و اغراض کرسی میکرد، اما چون معاهده دوها با هم تغییر کرد بند سوم نقش شد. بند سوم معاهده دوران با وساحت آمده بود که دولت هندی افغانستان دولت موقت دولت ائتلافی موقت و ائتلافی متشکل از طالبا و جمع سیاسون پاک و جمع قدرهای افغانستان در رأس آن شخص سومی که مورد قبول طالبا جامعه جهانی و مردم افغانستان باشه و با آمدن به زور هر دولتی که باشه جامعه جهانی او را به رسمیت نمیشناسه و مسئله امارات کلمه امارات مرتب بشه به طالبان دولت آینده دولت جمهوری و یا دولت اسلامی افغانستان خواهد بود که این ماده کار نقش شده اگر او صورت میگیره ماچه دورانی در رأس اداره موقت میبوده و فعلا درستو دعوت شده. این مسئله همه را میبینیم، یک مسئله را باید فراموش نکنیم، فرصت های بسیار مهم و مبرم برای طالبان فعلی است. همین برخورد و نشست و رقابت کشورهای غرب شرق یک فرصت برای افغانستان است اگر یک سیاست تهدیدی و یک سیاست بالانس یک سیاست بردو طرف داشته باشه خوب استفاده درست سالم شده میتاره. از این کنفرانس هایی که صورت میگیره که یکی به اشاره شرق و یکی به اشاره غرب میشه خودش یک فرصت است. هر کشوری که دعوت میکنه بنشه، چون اگر صورتی که واقعا اجندای قوی بر دولتداری و مردمداری داشته باشه و شرایطی که همین کار خامگی خودشان اجرا کنن یک دولت استاندارد باشه بسیار میاد. پیش از اینکه یک پرسش دیگر در پیوند با نشست تاشکند با پوزش بپرسم آقای معارج، آیا نشست اسلو در پی تشکیل یک حکومت موقت و مورد پذیرش دو طرف است که جامعه جهانی و همچنان طرف سیاسون یا مقامات حکومت پیشین افغانستان و امارات اسلامی واقع شود یا موضوع مقدمات است؟ منظورتان از نشست اسلو است؟ بله بله نشست اسلو و تقریبا احتمال اجنده ای که بیرون دست کرده همین سکتون دو جایی که داد خانم آران گفته بنام شاگر رضایی و فاطمه گلانی و که دیگران گفتن و یکی از سیاسیون سابقه را نام گرفتن و نام مشهد دورانی و اعتدار کسایی بودن سیاسیون مختلف و همتنان اعتدار سیاسیونی بودن که قبلا در رژیم های سابق در حکومت نبودن، مثلا مطرح شده در جهان هستن که اولیس کاملشان اگر فقرات شد تقریبا حدود 12 نفر که بودن از طالبا کسی را یاد نکرده بودن، چون این یک احتمال هست احتمال هست اگر دهی مقتر صورت نگیره یک مقدمه به این مسئله، چون یک نگرانی صورت گرفته که مثلا طالبان نتانستن که در حکومت داری در طول دما و همچنان دوجه گفته شده که نقص سریع حقوق بشر در طرف طالبان صورت گرفته و نارضایتی ملت گفتن این مسائل است که یک این گفته های است که یعنی به تغییر ضرورت است. این خود یک هر کسی که باشه غیر سیاسی رو میفهمه که مثلا مطرح شدن چین و آوردن چرای جدید این خودش یک تغییر هست، این که با چی صورت میگیره دفتن یک مقدمه برش ساخته خواهد شد در آینده ادامه خواهد داشتیدش نسستا و یکی چرا در ناروی
نروژ یا مثلا اسلو، کشوری که مثلا ما قبلا گفتم یک دوست مطمئن استراتژیک غرب و امریکا و انگلیسی کشور هستند. به این مقطع واسه رفت دیگه اوترا تاشکن اعلام میکنه که مثلا دفتن یک نماینده میه و میه که اما قصه سابق است که طرف کیوناری میامد از طرف دیگه ستارتوف میامد از یک طرف مکناتن میامد از طرف دیگه ویکویش میامد اما او وقت شاه ما استفاده کرد از چیزا از دو طرف حق میگرفت از دو طرف مثلا یک سیاست تعدل داشت منفیت میگرفت به نفع افغانستان و شما نشست تاشکند را شما به نوع اقدام سیاسی روسیه مبنی بر کوتاه ساختن دست غرب در افغانستان میدونید مطلقا در این مقطع اساس همین چیز چون از اجندای دو طرف طور تصور معلوم میشه چون قبلا همین کشورهای آسیای مرکزی همین شرایط دنیا را تکرار کرده بود تا گفته بودن تا که طالبای شرایط جهانی را حقوق بشر را و مثلا فلان پسلان آماده نسازه و اینها را برسمیت نمیشناسیم و امروز چطور شده که مثلا آمده مستقیم در اجندا میه که همکاری سیاسی با کابل یا همکاری سیاسی بسیار یک عنوان بزرگ است که چندین ابعاد مختلف در بر میگیره در خصوص مثلا امکان داره یعنی ما رابط دیپلماتیک باش میسازم یا امکان داره مثلا ما به این برسمیت نشدم ما طرف دیگه مسکو هم یک چراغ سبز نشان داده گفته که ما افغانستان امکان داره برسمیت بشناسم هندوستان حاضر قصد دو سر استراتیجیک از طرف دیگه انگلیس از این طرف باز مستشار یا شدافین انگلستان همچنین مسائل رو گفته که مثلا ما با افغانستان امن و امنیت میخواهیم مثلا کسایی که میخواد تغییر را بیاره از لحاظ خشونت واره نمیخواد اشارش به کی است اشارش به روسیه است به کشورهای دیگه است یا به خود یا کسای سیاسونه که اینجا تشریف داره از گروه مقامات از پارلمان سابق و نظامی و جنرالای سابق در انگلستان تشریف دارن یا شاید از این بگفته باشه که ما تغییر جمعیه یه که مسئله پشت پرده مسئله داعش و قاعده مطرح باشه یا میخواد رفع مسئولیت کنه که فردا نگه که مثلا دست شما بوده یا این یوان این مسائل است که یک مسئله است که مثلا تغییر در افغانستان رو نما هست جهان متوجه شده درست. اگر ما هوشیار باشیم به نفع خود کار کنیم یک سفر فراموش نکنیم باشیم بسیار کوتاه میگم بفرمایید در حالت بحرانی کشورهای هوشیار ملتهای هوشیار منفعت میگیرن کشورهای نافهم دولتهای نافهم به ترجمه همیشه قربانی داده و قربانی میده ما در امتحان قرار داریم که هوشیار هستیم یا نافهم قربانی میتیم یا از این فایده میتیم بابان وره پرسش اخیر شما فکر میکنید که مسکو و همچنان چین موفق به این خواهد شد که افغانستان با سیاست خارجی شرق را بعد این بسازن و یا هم شکل بدهند اینها تلاش خود دار اینها تلاش خود دار ببینه که کی امتیاز بیشتر بر افغانستان میده دوم مربوط افغان هاست که از کی استفاده بیشتر میکنه در کی منفعت خود بقای خود آینده خود و ترقی خود میبینه رفع همین مشکلات فعلی اقتصادی خود میبینه با او باید بتوان و همچنان در اگر با شرق میپیونده چین گونه باید سیاست داشته باشه که غرب ناراض نسازد اگر با غرب شرق ناراض نسازد که پادشاه و سیاسیون سابق افغانستان چنین سیاست را داشتن سپاس از شما عزیزم آرایش آگاه روابط بین الملل